سرخط مهمترین های امروز. چابهار، راه بدیل بندر واگا و کراچی پاکستان. نیمروزی ها برای رسیدن نخستین محموله گندم کمکی هند از بندر چابهار پایکوبی کردند. این فرصت برای تجار افغان فراهم می‌گردد که اموال خود را 20% زودتر صادر نموده. نافذ شدن کد جزای افغانستان در 916 ماده. در همین آغاز مشکل از متن به پشتی سر زده است. این کد که در حقیقت هم طور پیشتر گفتیم از همون کد ناپلئون و این چیزا گرفته شده غالبا بدون واو است. تغییر دیدگاه اتحادیه اروپا از ملبند تا مایدون. رئیس هیئت اتحادیه اروپا در کابل میگوید در حال حاضر نمیخواهد قدرت در افغانستان غیر متمرکز شود. بالا گرفتن اتهام زنی ها میان والی و آمر امنیت پلیس قندوز، از شرابخوری تا باجگیری. امیر امنیتی تا صبح مکتوب نوشته میکنی بدبخت تمام رو شراب میخوره دوانمونجا صد نفر به ما شکایتی آمده. افرادی که به خاطر جمع‌آوری پول از زنجیرها هسته، خود بچه والی او را استخدام میکنه و در زنجیرها روان میکنه تا برشان پول جمع‌آوری کنه. و مانور دریایی امریکا و کره جنوبی در اقیانوس آرام، هشدار به کره شمالی. بنام خدا، سلام به شما و مهمترین ها از یک در شام شنبه با من رو فجمن، خوش آمدید. نخستین محموله گندم کمکی هند از راه بندر چابهار به نیمروز رسید. وزارت ترانسپورت میگوید که هزینه انتقال کالا از این راه نسبت به بندر واگا و کراچی پاکستان به مراتب کمتر است و بازرگانان میتوانند کالاهای ترانزیتیشان را مسئولتر به هند انتقال دهند. از سوی هم سفیر ایران تعهد میکند که کشورش راه آهن و راه جاده‌ای بندر چابهار مرز میلک نیمروز را نوسازی خواهد کرد. تعمیم شهیر با جزئیات بیشتر. کاروان کالاهای هندی از راه بندر چابهار سرانجام به مرز میلک نیمروز رسید و برای نخستین بار راه بدیل برای کالاهای تجارتی و ترانزیتی کشور باز شد. سفیران هند و ایران و دو وزیر کابینه افغانستان برای آغاز فصل تازه روابط بازرگانی و ترانزیتی سه کشور به مرز میلک نیمروز رفتند و از کاروانهای هندی استقبال کردند. و اولین محموله بزرگ گندم اهدای کشور دوست هندوستان که حاوی 545-44 کانتینر معادل 14832 متریک تن گندم است و در ذخایر استراتژیک 7 ولایت کشور ذخیره خواهد شد، از مسیر بندر چابهار به افغانستان رسیده. وزارت ترانسپورت میگوید که مسیر بندر چابهار نسبت به بندرهای پاکستان مسئولتر و ارزانتر است و کالاهای ترانزیتی کشور در مدت کوتاه به هند انتقال خواهد یافت. بندر چابهار مسیر بهتر، ارزانتر و نزدیکتر جهت واردات و صادرات کالاها نسبت به بندر کراچی و بندر عباس میباشد. این فرصت برای تجار افغان فراهم میگردد که اموال خود را 20% زودتر صادر نموده که بر مبنای آن هر کانتینر مال برای تاجر از 500 الی 1000 دلار آمریکایی نازلتر تمام خواهد شد. ایران هم تعهد کرده که در مسیر بندر چابهار مرز میلک نیمروز راه آهن بسازد و جاده های این مسیر را قیریزی کند. سفیر ایران تاکید می کند که با هند نیز پروژه های بزرگ در بخش بازسازی بندر چابهار روی دست گرفته خواهد شد. مسیر چابهار میلک رو هم جادهش رو بهسازی بکنیم و هم در مورد راه آهن تلاش بکنیم که این مسیر رو مجهز بکنیم به خط ریلی. من همینجا لازمه تو پرانتز اشاره بکنم، امیدواریم که بزرگداشت بعدی که در خدمت دوستان افغان و سایر کشورهای مهم منطقه هستیم و در مورد ریل بذاریم و استفاده بکنیم از این که چقدر میتونه ریل به درد همه اون بخوره. سفیر هند میگوید که بندر چابهار بر افزایش میزان صادرات و واردات و در کل روابط بازرگانی سه کشور مؤثر خواهد بود. ما مطمئن هستیم که محدودیت درباره ارتباطات به ویژه صادرات و واردات وجود نخواهد داشت.
و این را به سود منطقه تمام خواهد شد. به یقین چابهار زمینه های اشتغال و رشد اقتصادی را به باشنده های نیمروز فراهم می کند و وضعیت بازرگانی منطقه نیز تغییر خواهد کرد. موافقتنامه بندر چابهار 1.5 سال پیش میان سران افغانستان، ایران و هند امضا شد و حالا بخش نخستین بندر که ظرفیت 80 تا 100 تن را در یک زمان دارد بهره برداری شد. کد جزای افغانستان از سوی رئیس جمهور توشیح و در جریده رسمی چاپ شد. معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم معرفی این قانون میگوید که در کد جزا مسائل جزایی از 33 قانون که به گونه پراگنده گنجانیده شده بود جمع آوری شده و نیز موارد تازه جزایی در بخش‌های هراس افغانی، سایبر و فساد اداری مشخص شده است. این کد در 916 ماده ترتیب شده است. تمیم شهیر با جزئیات بیشتر. مراسم معرفی کد جزای افغانستان. معاون دوم ریاست جمهوری این کد را تحول و ابتکار بزرگ و سرانجام حرکت به سوی پیشرفت کشور می داند. موارد جزایی کشور که در بیش از 33 قانون به گونه پراگنده و گاه در این قوانین یک مورد در تضاد با هم گنجانیده شده بود، این بار در یک کد جمع‌آوری و نیز موارد تازه جزایی در بخش هراس افغانی، انتخابات، فساد اداری و دیگر بخش‌ها در آن اضافه شده است. اونا هم دچار همین پراکندگی هستند. حتی خود فرانسه امروز همین کد جزای ما و شما را به مثل دیگه حالا ما داریم، اونا ندارن. کد جزا یک تحول و یک ابتکاری بسیار بزرگه که باید این را قدر بدانیم ما و شما و یک حرکت به سوی پیشرفت در عرصه قانونگذاری در افغانستان. معاون دوم ریاست جمهوری کد جزای افغانستان را یک دستاورد می داند، اما و یک انتقاد کوچک هم از کارمندان وزارت عدلیه دارد که باید در نوشتن کد جزا دقت می کردند. وزارت عدلیه کد جزا را با واو این گونه نوشته که هیچ فرق با کد کیمیاوی نمی شود. جناب وزیر صاحب، نمی‌فهمم که کد جزا، کلمه کد با واو نوشته شده یا بدون واو. این چند روزی که نشر شده، وقتی که نشر شده از جای مختلف از ما پرسان کردن که کدامش درسته. گفتم خب شما نظر بدیم، چون یک کد به یک معنای دیگه هم داریم، یعنی مواد به اصطلاح کیمیایی و مثل کد برقی که در مزار داریم و یک کد دیگه هم است گاهی تعبیر میشه، کدایی که در تلفن مخابرات، در کد تلفن کشورها استفاده میشه، او مثل بدون واو است. این کد که در حقیقت هم طور پیشتر گفتیم از اون کد ناپلئون و چیزا گرفته شده، غالبا بدون واو است. وزیر عدلیه می گوید که انتظار می رود با عملی شدن کد جزا میزان فساد و جرایم در کشور کاهش یابد. استدعا می کنم انفاذ این قانون را وسیله تأمین عدالت سرتاسری در کشور ما گردانیده و به صورت غصب، زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض و تفرقه افغانی، اختطاف، کشت و تجارت مواد مخدر و همه انواع فساد و انحرافات و تصرفات مافیایی را برچیند. اصول و معیارهای پذیرفته شده جهانی که فعلا در قوانین جزایی دنیا مد نظر گرفته میشه، جدیدترین شما با کمک متخصصین جامعه جهانی جمع‌آوری کردیم و کوشش کردیم که اصول در این کد جزا با خود داشته باشید. بجز از قانون خشونت در برابر بانوان، دیگر تمامی قانون جزای کشور در این کد گنجانیده شده است. معاون دوم ریاست جمهوری از استادان دانشگاه دانشکده حقوق می‌خواهد که از این پس این کد را در نصاب درسیشان بگنجانند. اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان هشدار می‌دهد که اگر در مبارزه با فساد جدی عمل نکند، کشورهای اروپایی کمک‌هایشان را به افغانستان قطع خواهند کرد. سفیر اتحادیه اروپا در کابل می‌گوید اتحادیه اروپا از پول مالیه شهروندان اروپایی به افغانستان کمک می‌کند و هدر رفتن این کمک‌ها تحمل ناپذیر است. این مقام ارشد اروپایی غیر متمرکز سازی قدرت در افغانستان را دشوار می‌داند و تأکید می‌کند که در حال حاضر اتحادیه اروپا نمی‌خواهد این کار در افغانستان اتفاق بیفتد. فساد اداری، پدیده ای که پیشرفت ها در کشور را به چالش کشیده و چهره افغانستان را نزد جهان خدشه‌دار کرده است. شهروندان افغانستان بارها در برابر این پدیده صدا بلند کرده و جهان نیز هر از گاه خط و نشان های به حکومت افغانستان کشیده است. در تازه ترین مورد
اینجا سفیر اتحادیه اروپا در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک هشدار می‌دهد که اگر مبارزه جدی با فساد صورت نگیرد، این اتحادیه کمک‌هایش را قطع خواهد کرد. زمانی که مالیات دهندگان اروپا کمک میکنند، آنها قربانی را متحمل میشوند. آنها این کار را از روی سخاوتمندی و حس بشردوستی انجام میدهند. ما به هدر رفتن این پول را تحمل کردن نمیتوانیم. اگر ما قضایای فساد را کشف کنیم، به گونه عاجل آن را مطرح خواهیم کرد و ممکن برنامه های مربوطه را توقف دهیم. این مسئولیت ماست و ما این موضوع را جدی میگیریم. این دیپلمات ارشد اروپایی از اعلام راهبرد مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت وحدت ملی استقبال می کند، اما تاکید دارد که باید این راهبرد با جزئیات عملی شود. او همچنان می گوید فساد افغانستان عمگیر است، اما فساد در انتخابات پیامدهای فاجعه باری دارد. چنان که می دانید، موضوع فساد یک موضوع بسیار مهم است، زیرا فساد در تمام بخش ها وجود دارد. فساد در انتخابات نیز وجود دارد و این امر ممکن برای این روند فاجعه بار باشد. خیلی ها می پندارند تمرکز قدرت سبب گسترش فساد و افزایش مشکلات در کشور شده است. اما سفیر اتحادیه اروپا غیر متمرکز سازی قدرت را در دموکراسی های نوپای مانند افغانستان دشوار می داند. در دموکراسی های نوپا و دولت های نوپا پیشرفت سریع در مسیر غیر متمرکز سازی دشوار است. یک کلمه جادویی است، اما حقیقت کاملا پیچیده است. نظر به مشاهدات متعدد در سطح جهان، همه می دانیم که غیر متمرکز سازی بدون نیروی بشری و سرمایه مالی یک کلمه پوچ است. ما نمی خواهیم این امر در افغانستان اتفاق بیفتد. پیش از این رئیس قبلی اتحادیه اروپا در افغانستان، اما در گفتگوی با تلویزیون یک تاکید کرده بود که غیر متمرکز سازی قدرت در افغانستان یک نیاز است و اتحادیه اروپا در این راستا هزینه های زیاده کرده است، چیزی که واکنش های زیادی را بمراه شد. حالا روشن نیست سیاست اتحادیه اروپا در مورد افغانستان تغییر کرده یا نیاز به غیر متمرکز سازی قدرت با توجه به مشکلات موجود در سیاست های خارجی ها نسبت به افغانستان کمرنگ شده است. جریان کامل گفتگوی ویژه با سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان ساعت 2:30 دقیقه امشب از تلویزیون یک پخش می شود. پلیس قندوز والی این ولایت را به اختطاف ناامنی و باجگیری متهم می کند. آمر امنیت پلیس قندوز می گوید که والی همکنون 260 پلیس را به تأمین امنیت خود موظف کرده و با گروه های آدمربا و جنایتکار نیز همکاری دارد. او همچنان گفته است که پسر والی قندوز روزانه از پسته های مسیر شاهراه در این ولایت باجگیری می کند. اما والی قندوز آمر امنیت پلیس را و نوشیدن مشروب های الکلی متهم می کند. به شهرمن خاصانی با جزئیات بیشتر. در این اواخر قندوز گواه چالش های گوناگونی بوده است. در تازه ترین مورد والی قندوز آمر امنیت پلیس این ولایت را متهم به نوشیدن الکل کرده است. امیر امنیتی تا صبح مکتوب نوشته میکنی بدبخت تمام رو شراب بین خورد و نمونج 100 نفر به ما شکایتی آمدن. امیر سر در روانش میکنی مستقیما معرفیش میکنی به وزارت دیگه خلاصه ده اینمی ولایت دیدیمش میزنمش. اما امر امنیت پلیس قندوز میگوید که بر بنیاد دستور ریاست جمهوری باید اطراف شهر قندوز پاکسازی میشد و از والی قندوز خواهان فرستادن نیروهای پلیس که موظف به تامین امنیت وایند در این برنامه شده بود که با پاسخ منفی روبرو شد. به گفته آمر امنیت پلیس قندوز، والی بخش از این نیروها را در اختطاف‌ها و ناامنی‌های قندوز به کار می‌گیرد. یک مثلث سیاسی اختطاف‌ها را رهبری می‌کند که یک ذل عزیز را مستقیماً والی صاحب بلند می‌کند یا به شانه والی صاحب است یک ذل عزیز اختطاف‌ها. به طور مثال ما گفتم می‌دانیم که 35 نفر تروریست و اختطافچی که در داخل شهر است تقریباً 85% از این مربوط به این مثلث سیاسی میشه. به این مثلث سیاه میشه یک قسمتی از این مربوط به والی صاحب که از جمله یک تایش ما به طور مثال براتون گفتم میتونم ضیاءالدین کدوال. ضیاءالدین کدوال یکی از سرگروپ های جناب والی صاحب است که در ولس والی خان‌آباد اکثرا ترورایی که در داخل شهر شده. آمر امنیت پلیس قندوز همچنان والی این ولایت را متهم به باجگیری در مسیر شاهراه ها میکند. پلیس مناسباتش با ما با سر همین دو توله شاهراه و دو توله سیار اکثرا توله ها را والی صاحب به خاطر منفعت شخصی خودش استعمال میکرد. این توله ها بدون شک توله اشارا بود که به شما بهتر معلوم است که چندین دروازه فعلا در ولایت قندوز
به دست توله شورای ماست که حتی بچه والی افرادی که به خاطر جمع‌آوری پول از زنجیرها هست خود بچه والی او را استخدام میکنه و در زنجیرها روان میکنه تا برشان پول جمع‌آوری کنند. اداره مستقل ارگانهای محلی از آغاز بررسی ها درباره تام ها بر والی کندوز سخن میزند و به زودی جزئیات آن را منتشر خواهد کرد. تحقیقاتی که اداره ارگانهای محلی و وزارت امور داخله انجام داده هنوز نهایی نشده، به محض نهایی شدن حتما در اختیار رسانه ها قرار میگیره و تصمیم نهایی را حتما گرفته خواهد شده. این زمینه باشنده های کندوز در این اواخر از غصب زمین های دولتی، اختطاف کودکان و افزایش موارد قتل ابراز نگرانی کردند. ناتو هشدار می‌دهد نباید همسایه های افغانستان و کشوری در منطقه برای گروه های هراس افغان لانه امن فراهم کند. دبیرکل ناتو تاکید می‌کند که فشارها از سوی ناتو و متحدان این پیمان بر پاکستان همچنان ادامه دارد تا این کشور به پشتیبانی از گروه های هراس افغان که امنیت افغانستان را به خطر انداخته پایان دهد. ینس استولتنبرگ بر آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی افغانستان و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه هم تاکید می‌کند. بیش از یک ماست که امریکا و متحدان این کشور در ناتو از ادامه گفتگوها با پاکستان حرف میزنند تا مگر این کشور از پشتیبانی گروه های هراس افغان دست بردارد. اما ظاهراً این فشارهای سیاسی نتوانستند تأثیر عمیقی بر این مسئله بگذارد. دبیرکل ناتو میگوید فشارهای سیاسی بر پاکستان کماکان ادامه دارد تا این کشور از پشتیبانی هراس افغان دست بردارد. ناتو و متحدانش بارها بر این مسئله تاکید کردند که هیچ کشور به شمول پاکستان نباید از هراس افغانان حمایت و صلح و امنیت در افغانستان را با خطر روبرو کنند. این مسئله بارها از سوی ناتو به پاکستان گوشزد شده است. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک بر تعهد همیشگی این پیمان و متحدانش از افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور تاکید میکند، اما میگوید که اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی و برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه از مسائل با اهمیت هستند که سبب میشوند پشتیبانی جهانی از افغانستان ادامه پیدا کند. شفافیت در انتخابات، آزاد و عادلانه بودن آن به تکرار از سوی ناتو و دیگر سازمانهای جهانی برجسته شده است. اصلاحات نیز از موارد مهم دیگری است که باید به اجرا گذاشته شود، زیرا تعهد قوی حکومت بر اجرای شدن این دو مورد سبب ادامه پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان خواهد شد. دبیرکل ناتو همچنان تاکید میکند که طالبان در میدانهای نبرد پیروزی نخواهند داشت، زیرا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با ادامه همکاریهای ناتو و متحدانش قویتر میشوند و نخواهند گذاشت طالبان از راه جنگ به اهدافشان برسند. دادگاه‌های صحرایی دیگر برای حکومت پذیرفتنی نیست. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید هنوز هم در بخش‌های دوردست کشور مردم برای حل دعوایشان به دادگاه‌های صحرایی و مخالفان مصالح دولت مراجعه میکنند. همزمان آقای عبدالله بر ریشه‌کن کردن فساد در افغانستان در دادستانی کل تاکید دارد و میگوید تا زمانی که عدالت در کشور تامین و فساد از نهادهای حکومتی ریشه‌کن نشود رسیدن به صلح ناممکن است. محمد غازی رسولی با جزئیات بیشتر. پنجمین نشست سراسری دادستان ها نشست زیر نام گسترش حاکمیت قانون و تامین عدالت در تمامی بخش های کشور. هدف هم افزایش شمار دادستان ها در بخش های دوردست کشور گفته شده است. اینجا رئیس اجرایی حکومت از بی‌باوری مردم نسبت به نهادهای عدلیات می کند و تاکید دارد هنوز هم در برخی بخش های دوردست مردم به دادگاه های صحرایی و مخالفان دولت مراجعه می کنند. وقتی که مردم مناطق دورافتاده افغانستان مرجع عدالت، مرجع تطبیق قانون و مراجع خود آدرس خود آدرس مطمئن ندانند، اونا برن به مخالفین و از اونا بخواهند که بین شما عدالت تطبیق کنین، خب این نباید بر ما قابل قبول باشه به هیچ صورت. و متاسفانه نمونه هایش ما داریم در نقاط از افغانستان. روستاها و ولسوالی های ما همیشه کانون مخالفت با نظام بوده. یکی از دلایلش عدم موجودیت عدالت و نهادهای عدلی قضایی در اونجا است.
در محلات دوردست افغانستان مردم یا از طریق جرگه‌هایی که حقوق و آزادی‌ها را نقض می‌کنند در موارد عدالت به شکل درستش تأمین نمیشه، قضایای خود را علی فصل می‌کنند و یا ای که به مخالفین دولت افغانستان مراجعه می‌کنند. از سوی هم اگر عدالت تأمین نشود استقرار نظام زیر پرسش خواهد رفت. دکتر عبدالله بر ریشه‌کن کردن فساد از نهادهای عدلی به ویژه دادستانی کل تاکید دارد و میگوید برای رسیدن به صلح سراسری در کشور تأمین عدالت یکی از پیشزمینه هاست. اما نقطه دومی است که در سیستم باید هیچ تحمل فساد نداشته باشیم در داخل خود سیستم، که البته کارهایم که صورت میگیره، مثلا زمینه بهتر برای معاش که تا بتانه سارانوال با معاشی که میگیره زندگی خود پیش ببره. در این میان اما آیا تشکیلات کنونی در دادستانی کل برای پاسخگویی به چالش ها بسنده است؟ آنچه دادستان کل کشور میگوید با تناسب پرونده ها نیروی کافی در ولسوالی ها وجود ندارد و این عامل شده تا در برخی موارد مردم از حکومت رو بگردانند. تشکیلات را که ما داریم این تشکیلات به این صورت متناسب نیست. من فکر میکنم که دیگه دوران تشکیل سازی تپیک برای ولایات افغانستان و برای ولسوالی های افغانستان سپری شده. ما باید تشکیلات خود را متناسب با حجم وظایف، مسئولیت‌ها و مشکلات خود بسازیم. با این همه گسترش فساد در کشور و ناتوانی نهادهای عدلی و قضایی برای تامین عدالت سبب شدند تا مردم اعتمادشان را نسبت به کارکردهای حکومت به ویژه در بخش تامین عدالت از دست دهند. از همین رو در برخی ولایت‌ها مردم ترجیح می‌دهند مشکلات را از طریق جرگه‌های قومی و یا هم مراجعه به طالبان حل و فصل کنند، چیزی که پیامدان برای آینده کشور بسیار زیان بار دانسته می شود. ایالات متحده آمریکا تا زمانی در کنار سربازان افغانستان می ماند که طالبان متقاعد شوند از راه جنگ پیروز شدن نمی توانند. شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل به مناسبت 11 نوامبر روز یادبود از سرباز بازنشسته در آمریکا، نیروهای امنیتی را هسته مرکزی تلاش ها برای آوردن صلح خواند و میگوید نیروهای امنیتی افغانستان برای دستیابی به یک آینده صلح‌آمیز و به دور از حضور هراس افغانان پیروز خواند شد. 11 نوامبر روز یادبود از سرباز بازنشسته در ایالات متحده آمریکاست، روزی که به پاس سربازان جان باخته و یا بازنشسته در این کشور رخصتی عمومی است. یازدهم نوامبر روز یادبود از سربازان بازنشسته فرصت است برای ارج‌گذاری به سربازانی که در کنار ما برای آوردن صلح و امنیت مبارزه کردند. می‌خواهم در این روز بگویم که ما در کنار صدها هزار افغانی باقی می‌مانیم که برای دفاع از کشور خود بر ضد طالبان و همپیمانان هراس افغانشان مبارزه می کنند. ما به گونه مشترک طالبان را متقاعد می‌سازیم که از راه جنگ پیروز شده نمی‌توانند. این گونه رسیم به پایان مهمترین های امروز. ممنون که با یک هستید. خدا نگهدار.